بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث مربوط به کتاب مجالس سبعه حضرت مولانا جلال الدین، مبحثی بود راجع به توبه و توبه وحشی از به شهادت رساندن حضرت حمزه سید الشهدا و معامله حضرت رسول صلوات الله علیه با ایشان، که با اینکه مجرم بود و دستش به خون عزیزترین و بزرگترین انسان زمانه خود حضرت حمزه سید الشهدا آغشته بود، اما به جای انتقام گیری، به جای اینکه حق هم بود که به جای قصاص قاتل عموی خود، حضرت او را بخشید و نشان داد که راه و روش اسلام عاشقانه، اسلامی که بر مبنای عشق است، بر مبنای محبت است، انتقام جویی و انتقام گیری و با دیگران به سختی برخورد کردن نیست، حتی اگرچه در حقیقت آن شخص مرتکب جنایتی بسیار عظیم مانند به شهادت رساندن حضرت حمزه عموی بسیار عزیز پیامبر باشد. و این در سیره حضرت بسیار مورد نظر است و تنها یک مورد و دو مورد و ده مورد نیست، و در همه موارد پیامبر عظیم الشان، پیامبر رحمت صلوات الله علیه، با همه این چنین برخوردها را داشته است. او را از خاندانش دور می کنند، به قصد قتل در خانه او می ریزند و عزیزترین شخص او را تا حد مرگ، حضرت علی رو کتک میزنند در آن لیلة المبیت. بعد حضرت با هزاران مشقت از آنجا دور میشود، اموال حضرت رو مصادره میکنند، با آنها کاروانهای تجارتی راه میاندازند، ولی وقتی که بعد از 8 سال 3 بار حمله میکنند، حمله های شدید، عزیزترین افراد رو میکشند، جنگ میکنند، پیغمبر باز حلم خود را از دست نمی دهد و جز دفاع آن هم در حد محدود کاری انجام نمی دهد. در 8 سال بعد از اینکه آمدند، 5 سال بعد از اینکه برادرش را، عمویش را و دیگران را و عزیزترین برادرانش را کشتند، می آید و وقتی وارد مکه می شوند، سعد بن عباده می گوید الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقام جویی است. حضرت رسول سریعا حضرت علی رو صدا می کند، می گوید که بروید و اینگونه بگویید الیوم یوم المرحمه، امروز روز مرحمت است، امروز روز رحمت است. ما هر جا باشیم، حتی اگر خیلی هم رحیم باشیم، صبور باشیم، وقتی وارد شهری شدیم، لااقل میگوییم این رهبر اینها باید اون محاکمه شود، رهبرشون باید محاکمه شود که آمدند و در برابر اسلام ایستادند و چه کردند و چه کردند. پیامبر میفرماید که خانه رهبر مشرکین، خانه ابو سفیان، محل امن است. هر کس وارد خانه دشمن دیرینه من، دشمن خونی من، دشمن آبا و اجدادی من بشود، در امان است. هیچ کس در طول تاریخ، هیچ کسی این چنین رفتار نکرده است، چرا که می توانست به راحتی ابو سفیان را به عنوان سرکردگی این سپاه کفر
بکشد، قصاص کند به خاطر آن همه خونها که ریخته بودند، اموالشان را مصادره کند به خاطر به جای آن اموالی که از مهاجران و مکیان مصادره کرده بودند، و خیلی از کارهای دیگر را می توانست طبق قواعد حتی امروزه بین المللی انجام دهد. اما حضرت رسول هیچ کدام را انجام نمی دهد، چون او پیامبر رحمت است، نیامده است که سرزمین را تسخیر کند، آمده است تا دلها را و قلبها را تسخیر کند. و قلبها بهترین پایگاه حضرت رسول بوده است. بعد از آن قصه که بسیار زیبا بیان کرد و ما دیگر وقت عزیزان رو نمیگیریم به خاطر آن، ادامه مباحث رو به خاطر اینکه بتوانیم پیش برویم ادامه میدهیم. مولانا از قصه ای که در مورد وحشی بیان کرد گفت که وحشی وقتی که آمد گفت که خداوند ان الله یغفر الذنوب جمیعا، وقتی قبلا این آیه آمده بود که ما دون شرک هرچه باشد خدا میبخشد، وحشی هم گفت که خب من که مشرک هستم، من که کافر هستم، پس مرا نخواهد بخشد. یک آیه دیگری به خاطر وحشی به پیامبر نازل شد. آن آیه این بود که خداوند ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی خداوند همه گناهان را میبخشد، حتی اگر شرک باشد، حتی اگر کفر باشد. اینجا او اطمینان پیدا کرد، آمد پیش حضرت رسول و حضرت رسول خیلی اینجا زیبا تعبیر میکند، مانند آن مرغ بچگانی که دهانشان را باز کردند تا مادر که رفته برای اینها چینه و دانه بیاورد، اینها همچنان که بر دهان این بچه ها، بر دهان این جوجه بچه ها و بچه های جوجه این منقارش را فرو می کند و آرام آرام به او غذا می دهد، شهادت این رو، اشهد رو، الله اله رو، الا الله رو، این چنین مانند آن مادر مشفق بر دهان وحشی می گذاشت و گو این که می خواهد که او اینها رو بگیرد. و از آن طرف می گوید آن وحشی هم آنقدر علاقه من بود که گویا اندکی دیر کرده باشد، مانند آن مرغ بچگان که آمدن دهنشان را کاملا باز می کنند، حتما در فیلم ها دیدید، آنقدر حریص بودن برای گرفتن این کلمات شهادت، شهادت بر رسالت و شهادت بر وحدانیت حضرت حق، که نزدیک بود که از آن لانه به زمین بیفتند. بعد که این را می گوید، نظام تداعی معانی مولانا که ما در مثنوی هم آن را میبینیم، در دیوان شمس هم دقیقا آن را میبینیم، تداعی معانی اتفاق میفته، از یک معنی یاد معنی دیگر و از یک فراز یاد فراز دیگر، از یک دریا به دریای دیگر میرود. یعنی اکنون بحث راجع به آن بود که حضرت پیغمبر کلمات شهادتین رو لقمه لقمه و دانه دانه در دهان وحشی میگذارد. اما بعد از آن میفرماید که خب این مرغ که دیر کرده باشد با هضم و احتیاط است، احتیاط میکند. وقتی که یک دانه را میبیند، از هول این که ممکن است زیر آن دامی باشد، 50 بار به راست و چپ نگاه میکند. بعد از آن دانه را میخورد، دیده اید در مورد این کبوترها، دانه را میخورد، بعد دوباره 50 بار این ور ور نگاه میکنه ببیند که در کسی در کمین نیست، دوباره میخورد. و اگر یک شک کوچکی بکند که گویا کسی هست، پرواز خواهد کرد و به دنبال آن دانه نخواهد رفت. این تداعی معانی میآید به آنجا که ای انسان، ای انسانی که عاشقانه خدا رو عبودیت میکنی، تو هم باید چنان باشی. وقتی یکی از مسائل دنیا آمد به سراغ تو، آن وقت او رو با حزم و احتیاط 50 بار به راست و چپ نگاه کن، بعد به دنبال آن دانه برو. و از آنجا میگوید که وقتی که به چهره زیبا رویان، به چهره
به مردان میگوید، به زنان میگوید، وقتی به چهره زیبا رویان نگاه میکنی مراقب باش، آنجا دام شیطان پهن است. وقتی چهره زیبایی را دیدی یک دامی در پشت آن هست، حواست باشد، 50 بار این بر من نگاه کن و دشمن را ببین، دشمن را بشناس و فریفته جمال و زیبایی ظاهری اشخاص نباش. فرمود من گرند در بتان که آخر کار نگرستن گرستن آرد با. نگاه کردن بر جمال زیبا رویان، بر جمال دختران زیبا، زنان زیبا چه می کند؟ نگریستن گریستن می آورد، گریه می آورد. این رو چه کسی می گوید؟ کسی که این راه را رفته و در هزاران نفر این را مشابه این را دیده است. اولا یک نظر نمایت خورد، اول می خوب یه نگاه کردم دیگه، چیزی نبود که، یک نگاه، ولی همه چیز با یک نگاه آغاز می شود. یک نگاه خاص کافی است که دل انسان رو برباید و دیگر انسان نتواند به آن اصل خود برگردد، دیگر گرفتار شده است. بعد از آن یک بار نگرستن، دیگر هزار بار گریستن همراه آن خواهد بود. خب چه لزومی دارد انسان در دام نگاه بیفتد و با نگاه به دیگران در دامی بیفتد که نتواند خود رو از آن رهایی بخشد؟ اولان یک نظر نمایت خورد، بعد از آن مرغ جست دانه ببرد. بعد از آن دیگه مرغ پرید، مرغ از قفس پرید و دانه را هم با خود برد و دیگر نمیتوان به خانه اول مراجعت کرد و برگشت. بعد قصه برسیسای عابد را میگوید که چون خیلی زیبا میگوید من دیگر توضیحی نمیدهم و سعی میکنم فقط از روی این متنی که خود مولانا نوشته است، از روی این متن بخوانم که حلاوت و زیبایی کلام مولانا از بین نرود. امیدوارم که بتوانم حق مطلب را ادا کنم. در بنی اسرائیل برسیسا نام عابدی بود. خب در میان بنی اسرائیلیان یکی بود برسیسا که از بزرگان دین یهود بود که آوازه زهد او به مشرق و مغرب رفته بود. روشن دیگه من اینها رو توضیح نمیدم. هر جا رنجوری بود، هر جا کسی بیمار میشد، آب فرستادندی تا او دم کردی. یک آبی رو میفرستادن، او یک فوتی میکرد، یک نفسی به آن آب میداد، برمیگردندن این آب رو، آن مریض که میخورده از شفا میافته بلافاصله. رنجور در حال که بخوردی صحت یافتی، بلافاصله که میخورد همانجا خوب میشد. چنان که همه کس دانستندی که آن اثر دم اوست، همه فهمیدن که چنان سریع درست خوب می شد این مریض که همه می گفتن بله این قبل از این آب اینقدر این مریض بود، الان که این آب رو خورد تندرست شد. همه این فهمیدن که این از دم و نفس عیسوی برسیسای عابد است، چنان این عابد عظیم بود. چنان که همه کس دانستندی که آن اثر دم اوست، دیر نکشیدی که به گمان شدندی که از فلان داروست. دیری نمی کشید که فکر می کردن که از فلان دارو بوده که این خوب شده است. چنان معروف شده بود که طبیبان آن روزگار بیکار شده بودند. یعنی همه فکر می کردن که از این دارو بوده، از آن دارو بوده، ولی همه می دانستن که این از داروی نفسه برسیسای عابد بوده است، طوری که تمامی پزشکان آن زمان، طبیبان آن زمان بیکار شده بودند. دیگر کسی به آنها مراجعه نمی کرد، چون به طبیبان که مراجعه می کرد ممکن بود صحت بیابند یا نیابند، ولی اینجا قطعی بود صحت یافتند. شیطان لعین آن حسود در کمین، آن دشمن کهن آن خطاب ملعون کن، آهن می خواهید و چاره ای نداشت.
صفات زیبایی میگوید و یک صفت مهم که برای شیطان میگوید حسود است. حسودی، حسود بودن و حسد از صفات بارز شیطان است. خدایی نکرده، خدایی نکرده اگر در وجود ما از آن هست، بدانیم که کاملا در اختیار شیطان هستیم بدون تعارف. اگر در ما حسادتی وجود دارد، بدانیم که از آن شیطان هستیم بدون تعارف، بدون اینکه بگوییم نه من آدم خوبی هستم. نه، اگر آدم خوبی بودی آن وقت حسد نمی برزیدی. هر کس که حسد بورزد در همان لحظه ابلیسی شده است. این درس امروز ما باشد که بدانیم که اگر انسانی حسد بورزد، حسودی دیگران را بکند در هر جهت که باشد، او شیطانی شده است. ابلیس در جان او لانه گرفته است. خود را هم تبرئه نکند، خود را منزه نشان ندهد. انسان که نمیتواند خودش را فریب دهد، به درون ما مراجعه کنیم ببینیم که روح افزایی همینه دیگه، جان افزایی همینه. ببینیم که اگر در ما حسدی هست او را سریع بکشیم. اگر او را بکشیم آن وقت شیطان رو در نفس خود و در درون خود کشته ایم. حسادت جزء بدترین بیماری هاست، جزء بدترین گناهان است. من اسم حسادت رو گذاشتم احمقانه ترین گناه. انسان ممکن است گناهان دیگر را انجام بدهد، اما در گناهان دیگر حداقل لذتی وجود دارد. پیغمبر فرمود الحسود لا یسود. حسود هرگز سروری نمیگیرد، سیادت نمیپذیرد، انسان بزرگی نمیشود. کسی که حسود است راه به جایی نمیبرد. الحسود لا یسود. حسادت احمقانه ترین گناه است، چرا که نه تنها لذتی در آن نیست، لااقل اگر گناهی میکنی گناهی بکن که از آن لذتی هم ببری. ای آدم بدبخت، چرا گناهی میکنی که در آن زجر هم با تو هست؟ این چقدر حماقت میخواهد انسان گناهی را مرتکب شود که نه تنها لذتی نمیبرد بلکه از آن ضرر میبرد و از آن روح خود رو به شیطان می فروشد. شیطان لعین، لعین یعنی ملعون، آن حسود در کمین، حسودی کرد. چرا حسود گفت؟ حسد آدم رو برد. وقتی آدم رو از بهش دور کرد، حسد آدم رو برد. دید که همه فرشتگان به او سجده کردن، او سجده نکرد، حسادت ورزید. گفت انا خیر من خلقته من تین و خلقتنی من نار و خلقته من تین. مرا از آتش آفریدی، او را از خاک آفریدی. آتش کجا، خاک کجا؟ شیطان لعین، آن حسود در کمین، آن دشمن کهن. دشمنی است که کهنه دشمن است، اما ما همیشه یادمان می‌رود، همیشه یادمان می رود که او کهن‌ترین و قدیمی‌ترین دشمن ماست. اصلا با ما دشمنی، خون پدر و برادر ما برگردن اوست. او پدر ما را هم فریب داد، پدر پدر ما را هم فریب داد. ما دشمن خونی او هستیم. جد اعلای ما را هم فریب داد. آن خطاب ملعون کن، خطابی که هر کس به آن خطاب گوش کند، به سخن و خطبه ابلیس هر کس گوش کند ملعون خواهد شد. ملعون یعنی لعنت شده، یعنی دوری از رحمت الهی. لعنت یعنی دوری از رحمت خداوند. هر کرا که لعن کند یعنی از رحمت خود دور کرده است. ببینید او
چه انسان شقیست، چه موجود شقیست که می آید و از رحمتی که وسعت کل شیئن هست، همه چیز را در بر گرفته است، از او محروم می شود. آهن می خواهید و چاره نداشت. آهن رو گاز می زد، آهن رو می جوید، آهن رو می خورد. آهن خوردن که خیلی کار سختیه، کنایه هست، و چاره نداشت. شبی آن ابلیس لعین روی به فرزندان خود کرد، بچه هاش رو دورش جمع کرد، گفت که من مانده ام در این کار، چرا چنین میکنی؟ روی به فرزندان خود کرد و گفت که هیچ کس نیست از شما که مرا از این قصه برهاند. این قصه، این حسد مرا میکشد. این چرا بحثیست ها اینقدر آدم خوبیست؟ چرا مستجاب الدعوه هست؟ به آب میدمد و آن آب شفا میدهد. من هم به هر کسی نزدیک میشوم مریض میشود. هیچ کس نیست از شما که مرا از این قصه برهاند. و این مرد فرد را در دام خامی افکند. این خیلی پخته است، ولی هر پخته خامی هم دارد. این مرد فرد، مرد منفرد، مرد منحصر به فرد را در دام بیندازد. از میان فرزندانش یکی به دعوی برخاست، یکی از شیطان نکها، شیطانهای دیگر، یکی از فرزندان او که تربیت شده خود او بود، یکی به دعوی برخاست. یکی برخاست گفت که من ادعا دارم، من میکنم این کار را، که این بر من نویس، این رو برای من مأموریت بنویس که من بروم این کار رو انجام دهم. و از من شناس، او رو با من بشناس که این عابد رو من چه میکنم باش. دل تو را من از او خنک گردانم. گفت ابلیس، گفت لاجرم فرزند راستین من باشی، تو فرزند واقعی خودم هستی و روشنایی چشم کور من باشی. آن دیو بچه در خاطر ملعون خود سفری کرد. او نشست فکر کند و طراحی و برنامه‌ریزی کند که این برسیسا رو چگونه از راه راست به در آورد. گفت هیچ دامی خلق را ماورای صورت زنان جوان نیست. برترین دام ها صورت زنان جوان است، زیرا آرزوی زر و لقمه از یک طرف است. اینجا یک نکته خیلی عجیبی را مولانا میگوید که در هیچ کتاب اخلاقی لااقل من ندیدم، تفاوت میگذارد. میگوید انسان دنبال طلا میرود، انسان دنبال مال میرود، دنبال مقام میرود، اما یک سویه است. انسان به سمت زر و طلا که می رود، طلا دیگر به سوی خود انسان نمی آید. اما عشق خوب رویان، عشق زیبا رویان، عشق زنان زیبا رو، اینها رو دیگر نمی شناسد. از این طرف که بروی، از آن طرف هم او حرکت می کند و این دوی خیلی سریع‌تر به هم دیگر می رسند. به این اشاره دارد. گفت هیچ دامی خلق را ماورای صورت زنان جوان نیست، زیرا آرزوی زر و لقمه از یک طرف است. یک غذایی باشد، آرزو یک طرف است، شخصی که اشتها دارد، شهوت دارد که به او برسد. تو عاشق زری، اگر عاشق زر و پول باشی، زر را حیات نیست که عاشق تو باشد، پول دیگر عاشق تو نیست، تو یک طرف عاشقی. لقمه را جان نیست که تو را جوید با تو سخن گوید. لقمه های خوب جان ندارن، نمیتونه با تو حرف بزند، بنابراین نمیگذارد تو بیشتر عاشقش بشوی. اما عشق صورت زنان جوان از هر دو سویه است. این عشق دو سویه است. تو عاشق و طالب وی، تو عاشق آن زن خوب روی جوان هستی و او عاشق و طالب توست، او هم عاشق تو میشه.
اینجا وقتی تو عاشق زر هستی، زر عاشق تو نیست، ولی عاشق یک دختر که میشوی، عاشق یک زن که میشوی، او عاشق تو میشود. اینجا دیگر کار سخت میشود. تو حیله میکنی تا او را بدزدی، و آن کاله از آن سو حیله میکند تا تو که دزدی به وی راه یابی. آدم برود مثلا به دنبال یک طلا پود رو بدزدد، چگونه میتواند بدزدد؟ طلا که نمی آید در رو باز کند بگوید، ولی میخواهد یک کس دیگری را، یک زنی را بدزدد. در خانه باشد، او در را باز میکند و تو را به درون راه میدهد. آن کالا هم از آن سو حیله میکند تا تو که دزدی به وی راه یابی. او راه رو باز میکند تا به او برسی. دیواری را که از یک سو بکنند، چنان زود سوراخ نشود که از هر دو سو. یک دیوار است، یک نفر میرود میکند تا اینکه به جواهرات برسد. خب فرق میکنه. یکی هم این است که از یک طرف این رو سوراخ کند، از طرف دیگر هم او سوراخ کند. اینها خیلی سریعتر به هم دیگر میرسند. یکی از این سو ایستاده است و میکند، دیگری از آن رو هم بر این مقام میکند. تبرهای تیز برگرفتن، تبرهای شهوت رو در دست گرفتن، این سریع تر میکند، اون هم سریع تر میکند، به عشق هم، به شوق هم، اینها به هر حال این تبرها به هم دیگر خواهد رسید. زود سرهای دو تبر به هم دیگر رسند. اکنون حجابی که در میان توست و میان آن زن، یعنی حجاب خوف خصمان، از دشمنان میترسی و ملامت بیگانگان و از اینکه ملامتت کنن که چرا تو اسیر چون این عشقی شده ای، این حجاب چون دیواری است در میان تو. به خاطر ترس از دیگران تو پیش نمی روی، حجاب است. از این سو سوراخ به مکر می کنی، یک مکری می کنی، سوراخ می کنی، از این سو سوراخ به مکر می کنی در عشق آن زن، و آن زن از آن سو همین دیوار را به حیله سوراخ می کند. لاجرم زود به هم می پیوند. دزدی که از بیرون سوی نیم شب حیله می کند که در را بگشاید، از درون آن دزد را حریفی هست یا کنیزکی از اندرون در را باز می کند. یکی که می خواهد به یک قلعه امن وارد شود، یک کسی هست می رود در را برایش باز می کند و دشمن وارد قلعه می شود. این چه ماند به آنکه دزدی از برون طالب زر است؟ خب خیلی وقت میبرد، راه ها را نمیشناسد، گنجینه را نمیداند کجا هست، زر را نمیداند، آنقدر میکند تا اینکه برسد. ولی از آن طرف یکی هوشیار هست که این راه را برای او باز میکند. زر یا تخته جامه بر نخیزد و در را نگشاید. هرگز شما نمیبینید این طلا بیاید، جواهرات بیاد در را باز کنه تا این دزد به اینها برسه، ولی آن یکی این کار را انجام داد. خب از این تداعی معانی آمد. آن دیو بچه گرد عالم میگشت. آن دیو بچه همه دنیا رو داشت میگشت که چه کند؟ زن خوب باید یه خوبی داشته باشد که لایق عشق باشد. زن خوب با جمال، با عقل، با حسب، با نسب، پر نمک، پر شیوه میجوست. یعنی همه آن چیزهایی که انسان رو طالب یکی میکند در کسی میافت که هم جمال داشته باشد، هم عقل داشته، حسد نسب داشته باشد، پر نمک باشد و پر شیوه، شیوه های عاشقانه بلد باشد. و میگزید از بحر زاهد، گویی که رفته بود پیدا کند یک زنی را که همه این صفات عالی در او وجود داشته باشد. خانه به خانه، خانه به خانه می رفت، شهر به شهر. از قوت حسد شیطانی ننگ قوادگی و سیه رویی فراموش کرده بود. آنقدر حسد شیطانی او را در بر گرفته بود که می گفت چرا باید برسیسا چنین باشه؟ من با حسد
حسد می‌ورزید به برسیسا، میگفت من باید این رو به گونه دیگری با او معامله کنم. ننگ قوادی و سیه رویی فراموش کرده بود. بسیار جست و جوینده یابنده بود. خیلی زیبا می‌فهمد. خیلی جستجو کرد دنبال آن زنی که بتواند با آن زن برسیسا رو فریب دهد و عاقبت جوینده یابنده بود. شعر خودشه در مثنوی. بنابراین آنقدر جستجو کرد که پیدا کرد. این قاعده خداست، قاعده الوهیست، دکترین الهیست که هر کس به جوید میابد، هر که باشد هر چرا به جوید میابد. خنک کس که جوینده چیزی بود که آن چیز به جستنش بیارزد. آدم دنبال چیزی برود که بیارزد به جستجو کردنش. همچون شکار خوک نبود که اسب را خسته کند در شکار و خود را خسته کند و روزگار ببرد و صیدهای لطیف را به باد دهد از بحر شکار خوک. چون آخر کار خوک را بیندازد در نگرد هیچ چیز او به کار نیاید، نه پوست او، نه گوشت او، نه دندان او و نه پشم او. گوید از بحر چون این چیزی عمر به باد دادم و تیرها تلف کرد. مولانا اینجا یک مثال دیگری به ما میزنه. میفرماید که وقتی دنبال جستجو میروید، چیزی را جستجو کنید که وقتی یافتید، که البته جوینده یابنده هست، وقتی یافتید از یافتن آن شادمان شوید، نه اینکه بروید دنبال یک شکار آخرش ببینید که خوکی بوده است که هیچ به درد نمیخورد. باری به کرای خر بیارزیدی بار، باری به غم دلم بیارزیدی یار. بار باید به کرایه خر بیارزد. یک خر رو کرایه میکنی، چقدر پول میدهی؟ بارش چیست؟ بارش آشغال است. خب چه فایده است که باید باری باشد که به کرایه خر بیارزد. و باری باید باشد بر دل و سنگینی بر دل باشد آن که آن یار بیارزد. وگرنه یاری که نیارزد آخرش بری سراغش ببینی که چندان هم یار دلنشینی نمکینی نبوده است. عاقل چیزی جوید که اگر نیاید نیابد ننگش نبود و اگر نیابد با خود جنگش نبود. میگه دنبال چیزی است که اگر پیدا نکند ننگ نکند و با خود جنگ نکند که هی با خود بجنگد که چرا من چنین کردم، چرا رفتم دنبال این که میدانستم سرابه است. خیلی وقتا ما چنین میکنیم، میرویم سراغ چیزهایی که بعدا میبینیم که اشتباه کردیم، نباید به سراغ او میرفتیم، او چیزی نبوده است که ما این همه به دنبال او برویم. چشمش از آن شکار هر روز روشنتر بود، ذوقش از آن نقار آبستنتر بود یا بود. شکاری که می کند هر روز می گوید که عجب شکاری کردیم، چقدر خوب این را به دست آوردیم. خب یا می گوید که ذوقش آبستن آن نگار باشد، هر لحظه ذوق دیگر، هر لحظه لطفی دیگر از آن نگار به او برسد. چشمش را گلزار حسنش مخمور می کند. گلزار حسن معشوق، معشوق بیرونی، معشوق دنیایی، چشم او را مخمور می کند، چشمش را مست می کند، خماراگین می کند. دل رنجورش را آن گنج گنجور می کند. دلی که رنجور بود گنجور می شود. دلی که پر از رنج بود پر از گنج رخسار معشوق و محبوب می شود. نسیم بوی او میزند سرمستش میکند. فقط بوی معشوق که بوی آن نگار که به مشام او میرسد او را سرمست میکند. دستان و شیوه او میبیند. دستان یعنی روش ها، داستان،
شرایطی که او دارد، حیله های او را و شیوه هایی که برای دل بردن میبیند میبیند از دست میرود، دیگر بیهوش میشود در برابر کارهایی که شیوه هایی که آن معشوق و آن زیبارو انجام میدهد. خوف مرگ نی، از مرگ نمیترسد. بیم فراق نی، قصه پیر شدن نی، قارت غیرت مزاحمی نی. حتی قصه پیر شدن ندارد، قصه دوری و فراق ندارد، قارت غیرت نکرده است، یک مزاحمی نیست که بیاید غیرت او را قارت کند، به غیرت او لطمه ای بزند. غیرت یعنی عاشق غیر را نتواند با معشوقش ببیند. اگر با معشوقش غیری را ببیند غیرت او می جنبد. غیریت همان غیرت، همان غیریت است. فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. آیه قرآن است که فرمود فلا تعلم نفس، پس هیچ نفسی نمیداند ما اخفى لهم، آنچرا که مخفی کرده است برای ایشان. من قرة اعین، از قرة العين یعنی از آن سیاهی چشم، آن مردمک چشم، آن اصلی که انسان‌ها بر روی چشم می‌گذارند، آنچه که چشم‌ها به دنبال آن است، آن دردانه، آن نازنین. من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون، به خاطر جزا و پاداش آن کاری که اینها عمل می‌کردند. حق تعالی می‌فرماید که الان توضیح می‌دهد و راجب این آیه رو تفسیر می‌کند مولانا. حق تعالی می فرماید که چه می داند آن نفس خوش نفس که در خلوت سینه نشسته است منتظر، بلقیس وار و هدهد خاطرش هر لحظه رقعه نیازی به منقار گرفته است و خبر او به حضرت سلیمان می برد و رخت او را سوی آب حیوانی می کشد. داخل قصه یک قصه دیگری را آغاز کرد، می گوید بلقیس وار، بلقیس که زیبارویی بوده است، نشسته بود در قصرش، ولی از کجا می دانست که هدهدی خواهد آمد و خبری خواهد آورد. و در قرآن هست که سلیمان دید که هدهد نیست، به او گفت کجا بودی؟ اگر پیدایش کنم او را چنین و چنان شکنجه خواهم کرد، چرا بدون اذن من رفته است؟ مثلا دو سه روزی گویا نبود، تا اینکه هدهد آمد. از سلیمان گفت که تو را زیر آفتاب خواهم گذاشت تا در زیر آفتاب هلاک شوی، چرا چنین کردی؟ آیات قرآنی است. بعد گفت که من خبری آورده ام، نبع من سبع، من از سبا، از سرزمین سبا خبری برای تو آورده ام. چه نشسته ای سلیمان که فکر میکنی جهان زیر دستان تو هست، زیر فرمان تو هست؟ رفته ام یک زنی را دیدم که پادشاه یک امت است و پادشاه 400,000 لشکر است، در آنجا نشسته است بر روی تختش و چنین است و چنان است و این گونه با او سخن میگوید. بعد سلیمان هم که آنجا هست، او هم متغیر میشود، میگوید من بر تمام عالم دارم حکم میرانم، او کیست؟ چه کسی میتواند این تخت او را برای من بیاورد؟ یکی گفت که قبل ان تقوم من مقامک، یکی گفت که قبل ای سلیمان من تخت او را از یمن، یمن همان سبا، سلیمان هم در بیت المقدس یا بیت المقدس است، فاصلش خیلی زیاده، فلسطین امروزی و یمن، من قبل از این که ان تقوم مقامت، از جایگاه از تختت بلند تا بشوی، من آن را آوردم. و قال، یکی دیگر گفت که انا آتیک بها قبل ان یرتد طرفک، قبل از این که چشمت را به هم بزنی من آن را آوردم. بعد گفت که عمل کن، یک دفعه آن تخت
بسیار عظیم بلقیس رو توسط میگن آصف ابن برخیا بوده است که به علوم متافیزیک آشنا بوده است و تخت رو با خود صاحب تخت از یمن میآورد، صنعا میآورد تا بیت المقدس و قصه هاش زیاده که شما میدانید. خب میگوید که هدهد خاطرش، هدهد فکر اندیشهش، هر لحظه رقعه نامه نیازی به منقار گرفته و خبر او به حضرت سلیمان میبرد. از کجا معلوم که ما اینجا نشسته ایم خبر ما را فرشتگان به حضرت سلیمان نمیبرند؟ رخت او را سوی آب حیوانی میکشد و رخت یعنی آنچه که مورد لوازم است از تخت و همه اینها به عنوان رخت، یعنی وسایل زندگی رو رخت میگویند، نه فقط لباس رو، همه چیز را رخت میگویند. عجب صفت این عشرت را چون پایان باشد، کدام پای منزل های این دارد در جهان و کدام قدوم مقدمی این قدم دارد در عالم. گوش کو تا آن شنود، در جهان هوش کو تا این نوش کند. خلاصه مولانا میگوید که باز التفاتی کرده است، خلاصه قصه این است که مولانا میفرماید شما که اینجا نشسته اید، و بعد اشاره میکند به کسانی که در آن مجلس به آنها خطاب میکند، میفرماید شما که اینجا نشسته اید، از کجا میدانید که هدهد حضرت معشوق نیامده است و خبر شما را به حضرت سلیمان حضرت خداوند نبرده است تا شما را به سوی آب حیات رهنمون شود؟ از آن سخن به این سخن تداعی شده است. میگه در جهان هوش کو تا این نوش کند. چه کسی میتواند این را بفهمد و بیندیشد که ممکن است هر لحظه رسول یا رسول رب بیاید و اخبار ما را به او ببرد و او ما را در طرفت العینی به سمت خود بکشد، با همه تخت و بخت و رخت خود ما را به جانب حقیقت خود ببرد. به ذات ذوالجلال مولانا قسم میخورد، خیلی عنایت بفرمایید، خیلی دقیق باشید به این قسمت. به ذات ذوالجلال، قسم به ذات خداوندی که بسیار جلال دارد، در این زمان که من این میگویم و شما این میشنوید، مولانا در مجلس این را میگوید و مریدانش نشستن، میگوید در این زمان که من این میگویم، این حرفا را میزنم و شما میشنوید، بلند پران عالم غیب از سرادقات آسمان به گوش تیز شنه خود میشنوند که کرامن کاتبین یعلمون ما تعالی. میگه اینجا که هستید شما نمیشنوید، ولی چه کسانی میشنوند؟ بلند پران عالم غیب، آنهایی که انسانهای اولیایی که در عالم غیب، نه در عالم شهود، در عالم غیب، در عالم غیب الغیوب دارن بلند پروازی میکنن، انسانهای بزرگی که در عالم غیب پرواز میکنن، از سرادق یعنی سراپرده ها، از سرادقات یعنی از کاخها و از ابتدای کاخها رو سراپرده میگوین، درهای اولیه بزرگ کاخها رو سرادق یا سراپرده میگوین، از سرادقات آسان به گوش تیز شنوی خود میشنوند که کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین، یک فرشتگان کریمند که می نویسن، کاتبند. میگه این کرامن کاتبین هستن، این قرآن هر لحظه آیه قرآن است، این کرامن کاتبین رو هر لحظه میگوین، ولی ما گوشمان تیز نیست. اما آنهایی که به عالم بالا رفتن، بلند پران عالم غیب هستند، اونها با گوش تیز خودشان
میشنوند که خدا میگوید کرام من کاتبین، آن کریمانی که می نویسند، فرشتگانی که همه اعمال شما رو می نویسند. یعلمون ما تفعلون، می دانند آنچه شما عمل می کنید. میگه گوش ما بسته هست، چشم ما بسته هست. مولانا می فرماید قسم به خداوند که همین اکنون که شما اینجا نشستید و من این سخنان رو میگویم، عده‌ای دارن این سخنان رو میشنوند، سخنان کرام من کاتبین، یفعلون ما تفعلون رو میشنوند. معلوم است مولانا هم جزء آنهاست، جزء شنونده هاست که میداند آنها چه میگویند، ولی خب نمیتواند خود را مطرح کند. میگوید به خدا سوگند که اکنون در عالم دارن صحبت میکنن کرام من کاتبین، یعلمون ما تفعلون، میدانن آنچه را عمل میکنید. آنها خیلی دورن ولی میدانند و با همدیگر میگوین که ای عجب آن وجودی که این سخن میگوید و آن آدمی که این نفس میزند چگونه بر آسمان نمیپرد. خیلی زیباست، میفرماید که همین خدا و آن فرشتگان میگویند این وجود، یعنی مولانا، مولانایی که این حرفها را میزند، این سخنان را میگوید، این مجالس را بیان میکند و آن آدمی که این نفس میزند، آن آدم انسان کامل یعنی مولانایی که نفس میزند و این سخنان را میگوید چگونه بر آسمان نمیپرد. این مولانا چرا نشسته است در جلسه، در مجلس، در مسجد، در جای دیگر، در خانقاه نشسته است و چرا نمی پرد؟ او که این سخنان را میگوید چرا نمیتواند بپرد؟ یا چرا نمی پرد؟ و چگونه پرده هستی بر نمی دارد؟ چگونه با این سخنان هستی خود را از نابود نمی کند و تن به مرگ اختیاری و موت اختیاری نمی دهد؟ چگونه در این جهان هنوز هست؟ چشم را میمالن که عجب، چشماش را میمالن، آدم یه چیز رو نبینه چشمش رو میمالد که شاید خوب ببیند، چشم را میمالن که عجب این آدمی است که این میگوید، این آدم است یا فرشته است که این سخنان زیبا را میگوید که مراقب باشید، مراقب حسد شیطان باشید، مراقب دامهای شیطانی باشید. اگر این خود اینقدر بالاست چرا نمیپرد؟ چرا در آسمان ها پرواز نمیکند؟ چه جای آدمی که اگر نسیم این سخن بر کوه وزد، همچو کوهپاره ها در باد شوق پدران شود. دیگه اگر این سخنانی که هست کرامن کاتبینی که میشنوند و میگویند، یعلمون ما تفعلون رو میدانند، آنچه را که ما عمل میکنیم رو میبینند و آنها مینویسند، اگر انسانی بفهمد که اینها کیستند و چه می نویسند، روحش از قالب بدن بیرون می رود. و اگر نسیم این سخن رو با کوه بگوید، کوه ها متلاشی می شوند، کوه ها از بین می روند. آدم که جای خود دارد، آدم به آدم ها می گوید این انسان چقدر قسی القلب است که اینها رو درک نمی کند. اگر نسیم این رو به کوه ها بگوید، کوه ها از هم متلاشی می شود. پاره های آن کوه در هوای ولاو، همچون ذره ها معلق زنان شوند، که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. از آیات بسیار عجیب قرآن است. می فرماید لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر نازل می کردیم این قرآن را بر کوه ها، کوه های عظیم و سفت و سخت، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته، البته البته ای رسول می دیدی خاشعا خشوع کننده، متصدعا پاره پاره من خشیت الله، از ترس خداوند همه کوه ها جز جز می شدن و پران می شدن، همه پرپر می شدن. ولی این انسان چقدر قلبش سخت است. اِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ،
قرآن می‌فرماید که عجیب است، شما یک سنگ خیلی سخت رو ببینید، سنگ سیاهی را ببینید، لما یتفجر منه الانهار، ممکن است از درون این یک نهری جاری شود. اما قلب این بشر، قلب این انسان چقدر سخت است که این آیات الهی بر او نازل می شود ولی هیچ اثری در او نمی گذارد، هیچ تأثیری در او پدید نمی آید، هیچ آب رحمتی از دل سنگ او نمی جوشد. این صخره سما، این سنگ های سخت از درونشان آب به آن لطیفی می جوشد، بیرون می زند، اما قلب این انسان ها آنقدر سخت است، آنقدر سنگینن اینها که هیچ از سخن حق در خود اثری نمییابند، هیچ اتفاقی نمیافته. اگر این قرآن رو ما به کوها نازل میکردیم لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اما به این بشر نازل کردیم هیچ اتفاقی هم برایش نمیافته، هیچ ناراحت هم نمیشه که چرا من همچنان بر جای هستم. مولانا میگوید کرامن کاتبی، آنها که می نویسن. اگر ما واقعا بدانیم آنهایی که اعمال ما را می نویسن چه باید بکنیم، چه کار باید بکنیم، همه آنها را می نویسن، همه ثبت می شود در بارگاه حضرت حق، چگونه فردای قیامت می خواهیم پاسخ دهیم؟ این همه رنگ و ریا، این همه حیله و نیرنگ و زشتی و بدی که از من صادر می شود، اینها آنجا نوشته می شود. یعلمون ما اعمل ما افعل، هر چه که من می کنم آنها می نویسن. من اصلا نمی ترسم، اصلا خودم رو واقعا ناراحت نمی کنم که چگونه هست، این قصه به کجا خواهد انجامید. این وجود دک و پاره پاره نمی شود. و ازا تجلا ربه الالجبل فجعله دکن دکا و خر موسا سعقا. در آن قصه که یاران موسا میگوین که بگو به خدایت که نرالله جهرتن، ما میخواییم خدا را آشکارا ببینیم، و موسا هم به خدا میگوید، خدا میگه لنترانی موسا ابدا، هرگز مرا نمیبینی. میگه قومم دست نمیکشد، میگه ببر به میقات، در میقات که میرود 70 نفر از بهترین ها، از متقی ترین قومش را میبرد. فلما همه مینشینند، فلما تجلا ربه الی الجبل جعله دکا دکا فخر موسی صعقا. یک دفعه کوه طور با آن عظمتش همه پاره پاره و تکه تکه میشد. دکا دکا یعنی مثل پنبه زده شده اتفاق می افتد، و این پنبه مانند پنبه زده شده همه این کوه بر بالای سر آنها می آید. فخر موسی صعقا، موسی افتاد زمین در حالی که صعق شد، یعنی او از هوش رفت، صاعقی که صاعقه به او زده است. موسی بلند شد، دید که همه 70 نفر مرده اند. گفت خدایا چرا اینها را کشته ای؟ چون او با رویت اندکی آشنا بود نمرد، بیهوش شد، ولی 70 نفری که با خود برده بود و به قولی 700 نفر با خود برده بود آنها همه مردن. گفت خدایا من برگردم پیش قومم، میگوین تو بردی اینها رو کشتی، اینها رو زنده کن. خدا اینها رو دوباره زنده میکند، برگردم به قوم موسی بگن، به قوم بنی اسرائیل بگن که خدا قابل رویت ظاهری نیست و ما نمیتوانیم او را ببینیم. این وجود دک و پاره پاره نمی شود. خب این قرآن مگر برای ما نازل نشده؟ چرا وجود ما همچنان باقی است؟ در حالی که قرآن که تعارف نمی کند، قرآن می فرماید اگر ما این قرآن را به کوها نازل می کردیم اینها پاره پاره می شدن، دکن دکا می شدن. اما چه می شود ما را که ما هیچ اتفاقی برای ما نمی افته؟ صدها بار قرآن را خوانده ایم اما هیچ اتفاقی برای ما نیفتاده. این چه حجابی است که مانع ما شده است؟ حضرت علی یک بار به حمام گفت، خطبه متقی، در آخر خطبه حمام گفتند که فصعق صعقتن کانت نفسه فیها، یک صعقه، همون صعقا
یک فریادی کشید که جانش با آن رفت. آمدند حضرت علی رو شماتت کردند که یا علی، تو میدانستی چرا این سخنان رو گفتی؟ اون خطبه متقین، خطبه حمام رو چرا گفتی؟ چرا حمام آن یار وفادار دیرین و شیعه عزیز تو جانش را به جان آفرین تسلیم کرد؟ میدانید حضرت چه فرمود در برابرش؟ فرمود ها کذا یفعل المواعظ البالغ به اهلها، ها کذا یفعل المواعظ البالغ به اهلها، موعظه های رساننده بلیغ با اهلش چنین میکند. اگر اهل باشی و سخن علی را راجع به تقوا بشنوی، آن وقت باید جان بدهی. اگر نمیدهی، معلوم است اهلیت شنیدن آن را نداشتی. اگر کسی اهلیت تنزل قرآن و تقبل قرآن را داشت، میبایست پاره پاره میشد و از بین میرفت. خداوندا چه چیز مانع دکه است که این وجود آدمی که چون این عجایبی بر زبان و دل او میرود، این همه میگوید سخنان زیبا بلدم میگویم، ولی چرا دک نمیشوم؟ چرا پرپر نمیشوم؟ چرا وجودم پران نمیشود به سوی عالم قدس؟ چون این عجایبی بر زبان و دل او می رود، یا در گوش او می رود، یا به قلم می نویسد، چون می رود، چون برقرار می ماند، چگونه در جایش قرار می گیرد در حالی که این سخنان عظیم را می گوید؟ خطاب عزت می آید که آنچه مانع دکه است حجاب شک است، آنچه مانع پرپر شدن است حجاب شک است. ما شک داریم، شک داریم به سخنان قرآن. اگر باور یقینی داشتیم، ما هم همچنان مانند کوها، ما سخت‌تر از کوها که نیستیم. اینجا شعری گویا از جناب عطار هست که مولانا میگوید: ای در میان جانم و جان از تو بی خبر. مرحوم عطار، آن شاعر بسیار بزرگ، عارف وارسته، این غزل زیبا رو دارد: ای در میان جانم و جان از تو بی خبر. میگه ای خدایی که در میان جان من هستی، اما جان من از تو خبر ندارد. خیلی غزل زیبایی است. ای در میان جانم، چگونه ممکن است که در میان جان باشد اما جان انسان از آن بی خبر باشد؟ ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. بسیار زیباست، بسیار زیباست. از تو جهان پر است، جهان پر از خداست، اما جهان از آنچه که پر شده است از آن بی خبر است. چون پی برد به تو دل و جانم، دلم و روحم چگونه به تو پی ببرد؟ چون پی برد به تو دل و جانم، که جمله تو در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. ای خدایی که در دل من هستی، در روح من هستی، اما دلم و روحم از تو بی خبر است. چه بی خبری منحوسی است. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب. نقش تو در خیال من هست، اما خیال از حقیقت وجود تو بی نصیب است. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. زبانم همیشه نام الله رو می برد، اما در حقیقت بی خبر است از وجود تو. از تو خبر به نام و نشان است خلق را. مردم خبر می گیرند، خلق خبر دارند، اما نام و نشان از تو می گیرند. وانگه همه به نام و نشان از تو بیخبر. حتی آن نام و نشان ها هم از تو بیخبر. ما با نام الله مثلا، با نام رحیم، با نام رحمان، با نام غفار آشنا هستیم، ولی حقیقت وجودی این نام ها و اسم ها رو ما نمیدانیم. حقیقت اسامی رو انشاءالله در آن بحث تفسیر ما انشاءالله عرض خواهیم کرد. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر.
آنهایی که در دریای کنه وجود تو جوینده هستند، گوهر میخواهند در وادی یقین و گمان از تو، هم در وادی گمان و هم در وادی یقین از تو بیخبر. حتی آنهایی که یقین دارند به تو، آنها هم بیخبرند. شرح و بیان تو چه کنم، زان که تا ابد شرح از تو عاجز است و بیان از تو بیخبر. چون بیخبر بود مگس از پر جبرئیل، از تو خبر دهنده چنان از تو بیخبر. چون بیخبر بود مگس از پر جبرئیل، مگس آیا پر جبرئیل رو میتواند بشناسد؟ همچنان که مگس هرگز پر جبرئیل رو درک نخواهد کرد، کسی که از تو خبر میدهد هم از تو بیخبر است. آمدیم به تمامی قصه برسیسا. 10 دقیقه یه ربعی وقت داریم این رو تمام کنیم، امیدوارم خسته نشده باشید. آمدیم به تمامی قصه برسیسا. آن شیطان لعین و آن دشمن در کمین، بعد از طلب بسیار دختر پادشاه آن دیار را اختیار کرد. رفتید که دختر پادشاه آن زمان همه این خصوصیات رو دارد، هم بسیار با جمال است، با کمال است، عاقل است، حسب و نسب درست حسابی دارد و پر نمک است و پر اشوه و پر شیوه هست، که جمال او به نهایت و غایت رسیده بود، دیگر در زیبایی به حد اعلی رسیده بود. در مغز آن دختر در آمد و او را دیوانه و مختل و رنجور کرد. مجنون که میگن یعنی کسی که جن وارد مغز او شده است. خب اینها بلدن گویا این اجنه که رسوخ کنند و یکی را مثلا تخلل ایجاد کنند، اختلال ایجاد کنند، دیوانه بکنند، مریض کنند. خب اول آمد این دختر پادشاه رو مریض کرد. پادشاه اطبا و حکما رو جمع کرد، همه حکیمان و طبیبان رو جمع کرد، همه در علاج او عاجز شدند، همه ماندند که ما چگونه میتوانیم او را علاج کنیم. شیطان در لباس زاهدی بیامد، آمد که کارش را انجام دهد و گفت اگر خواهید که این دختر از این رنج خلاص یابد، این دختر را بر برسیسا برید، اینو به پیش برسیسا ببرید تا او افسون و دعا بخواند و او را از رنج برهاند. ایشان نیز چاره ندیدند، سخن او را شنیدند، قبول کردند. دختر را به نزد برسیسا بردند، دعا کرد دیو او را بهش تا او صحت یافت. تا زمانی که دیو با او بود او مریض بود، وقتی که او دعا کرد دیو او را رها کرد، بنابراین چه شد؟ او شفا پیدا کرد از آن دیوانگی. تا این پادشاه بر قول این دیو باری دیگر اعتماد کند، برای اینکه دوباره اعتماد کند به سخنش. دختر را به صحت باز آوردن و شادی کردن، گفتن خب دعا کرد برسیسا و خوب شد. بعد از مدتی بازش دیوانه کرد، بعد از مدتی دوباره دیوانه کرد، ایشان عاجز شدند. دیو آمد به همان صورت، گفت این را بره برسیسا ببرید، دوباره پیش برسیسا ببرید، اما زود باز میآورید. مدتی مدید چندان که او خبر کند که صحت یافتم، نبرید. یعنی اینکه مدت زیادی باشد که بتواند این دختر در دل آن برسیسا راه پیدا کند. دختر را آوردند چون صدها هزار نگار بر برسیسا. هزاران نفر رو می آوردند نزد او آوردند. اگر باز دعا می کرد و می رفت باز گرفتار نمی شد، ولی وقتی کنار او ماند گرفتاری پیش آمد و گفتند که این پیش تو باشد مدتی تا تمام صحت یابد. این بر می گردد جنونش، پیش تو باشد تماما صحت یابد، که ما را چنین گفتند و چنین نمودند. دختر را در صومعه زاهد بگذاشتند و بازگشتند. ماند در صومعه زاهد و دختر و شیطان. خیلی زیبا، در حالی که دو نفر بودند، زاهد بود و دختر بود، این شیطان رو چرا آورد؟
اگر آن زاهد عالم بودی، زهد بدون علم فایده ای ندارد، اگر آن زاهد عالم بودی هرگز در صومعه خلوت دختر را قبول نکردی. قال النبی علیه السلام لا تخلو امرأتون مع رجل فی منزل الا و ثالثهما شیطان. پیغمبر فرمود که خلوت نمی کند یک زن با یک مرد در یک منزل مگر اینکه سومشان شیطان است. مثالشان مثال پنبه و آتش است. هرگز زنی جوان با مردی در موضع خالی جمع نیاید الا که شیطان میانجی ایشان باشد، شیطان میانجیگری می کند. القصه به طوله ها، یعنی القصه به طولا، یعنی با تمام تفصیلش من رد می شوم. چندان کرد و زد و گرفت که برسیسا را میل تمام شد. برسیسا فریب خود با دختر و با دختر صحبت کرد، همنشینی و مزاجعت کرد، دختر حامل شد. شیطان به صورت آدمی بیامد پیش برسیسا و برسیسا را متفکر یافت. گفت موجب فکرت چیست؟ برسیسا قصه با او باز گفت که دختر حامل شده است. گفت تدبیر آن است که دختر را بکشی و گویی که مرد و دفنش کردن. ببینید با یک نظر چه اتفاقاتی می افتد. برسیسا چاره نیافت، چنان کرد، دختر را کشت و در جایی دفنش کرد. شیطان بیامد به صورتی که دختر صحت بیافت، بیایید و ببرید. آمد پیش پادشاه گفت که دخترت خوب شد، پاشید بیایید. اینها هم با توقع قبلی آمدند. خادمان پادشاه و حاجبان، حاجبان یعنی نگهبانان، حاجبان بیامدند و دختر را طلب کردند. برسیسا گفت دختر مرد و دفنش کردند. بازگشتند و تعزیت نهادند، برگشتند و عزاداری کردند که مرد. شیطان به صورت دیگر رفت پیش پادشاه و گفت که دختر کو؟ پادشاه گفت پیش برسیسا بردیم، آنجا وفات یافت. یک نمایشنامه خیلی زیبایی را اینجا می نویسد. واقعا با روش های نمایشنامه نویسی امروزین 702 خورده ای سال پیش این را نوشته است مولانا. بسیار زیبا نوشته، اصلا گویی که یک فیلمنامه هست، یک نمایشنامه بسیار زیبا رو با گفت و گفت می آورد. مثل این که اصلا همین اکنون این را نوشته است و آنچه که مثلا 700 سال پیش 800 سال پیش ما سراغ نداریم چنین چیز را کسی بتواند بنویسد. عجیب است بسیار. پادشاه گفت پیش برسیسا بردیم، آنجا وفات یافت. گفت که میگوید؟ گفت برسیسا میگوید. گفت دروغ میگوید. او با وی صحبت کرده است و دختر حامله شده است، دختر را کشته است و اگر باور نمی کنی فلانجا دفن کرده است. باز کاوید تا ببینید، اونجا رو بکاوید و ببینید. پادشاه 7 بار از مقام خود برخاست و به مقام دیگر می نشست و باز به مقام خود می آمد. باور نمی کرد. آشفته و متغیر بر سر آتش. بعد از آن پادشاه بر نشست با جماعتی و سوی صومعه برسیسا رفت. بر اسب نشستند، بر کالسکه نشستند و به سوی صومعه برسیسا رفت. در آمد و او را گفت دختر کجاست؟ گفت وفات یافت، دفنش کردم. گفت ما را چرا خبر نکردی؟ گفت مشغول بودم به اوراد، وردهایی که از کاری که داشتم نرسیدم. پادشاه گفت اگر خلاف این ظاهر شود چون باشد؟ زاهد درشتی نمود، باشد که پیش رود. پادشاه فرمود آن مقام را که نشان یافته بود باز کاویدند، دختر را بیرون آوردند کشته. برسیسا را دست ها بستند و ریسمان در گردن او کردند و خلایق جمع شدند. برسیسا با خود می گفت ای نفس شوم، شاد می بودی به آنکه دعای تو مستجاب است. ای نفس بدبخت، شاد بودی که تو مستجاب الدعوه هستی، دعای تو مستجاب است. و شاد می بودی که در دل و دیده خلقان عزیز و عظیمی، در چشم مردمان خیلی بزرگ می نمودی. و شاد می بودی به احسن تو شاباش خلق. مولانا به ما خاطر نشان می کند که با این خلق این گونه رفتار نکنید، با این کف زدن های خلق، با این کف زدن های مردم از خود یک ذره
نجنبید بر خود. این مردم به خیلی ها کف زده اند و بعدن هم طالب مرگ او شده اند، طالب همه چیزی. این کف زدن مردم بی حساب کتاب است. یک بار کف میزند، یک بار هو میکنند. این مردم چون اینند و آدم عاقل هرگز با کف زدن دیگران، با به به و چه چه دیگران موضع خود را تغییر نمیدهد، مگر آدم ابلهی باشد. و می ترسید که نباید که قبول کم شود و به حقیقت آن همه ما، به حقیقت آن همه ما رو کجدم بود، ما رو عقرب بود. قبول خلق ما رو پرزهر است. راجع به قبول خلق یک بار دیگر سخن خواهیم گفت، خیلی مسئله مهمیه. انسان هایی که به دنبال مقبول شدن نزد مردمان، اینها بدبخت ترین انسان ها هستند. مردم ممکن است گاهی انسان رو قبول کنند، ولی به زودی او را زیر پای خود له خواهند کرد. این قانون مردم است. قانون مردم یکی را حلوا حلوا میکنند، بر سرشان، بر گردنشان میگیرند و میبرند، بعد از آن چنان به چاه مذلت مینشانند که شخص واقعا متعجب میشود، مگر همین ها نبودند یک سال پیش برای من کف میزدند؟ چگونه شد، چگونه شد آن عزت و آبروی من؟ همه باد هوا هست. ان العزت لله جمیعا، عزت را از خداوند بخواهیم، نه از مردم، نه از خلق. این مردم دمدمی مزاجند، گاهی این طرفند، گاهی آن طرفند، به حرفهایشان نمیتوان اعتنا کرد. با خیشتن آه میکرد و سود نبود، آوردندش زیر دار بلند. نردبان بنهادند، تناب فرو آویختند. نردبان گذاشتند که برود و تناب را انداخت. آن ساعت که در گردن او می انداختند، همان شیطان خود را بدان صورت بدون نمود و گفت این همه بر تو من کرده ام، همین کار را من بر سرت آوردم و هنوز قادرم، چاره تو در دست من است، مرا سجده بکن تا برهانم. گفت این چه مقام سجود است؟ گردن من در تناب است، دیگر که از همه چی. گفت من چگونه سجده کنم؟ اینجا گردنم بر تناب است. گفت به سر اشارتی بکن به نیت سجود. یک اشاره با سرت به نیت سجود. حسد اوست که آدم به او سجده نکرده است، میخواهد این محبوب ترین خلق بیاید و به او سجده کند. به سر اشارتی کن به نیت سجود. و العاقل و تکفیه الاشاره، عاقل اشاره ای برای عاقل کافی است. بر سیسا از حلاوت جان، جان شیرینه دیگه، از حلاوت جان سجود کرد، تناب در گردنش سخت شد. آن سرش را که حرکت داد، تناب در گردنش بیشتر جا گرفت. شیطان گفت اینی بری امک، من از تو بری هستم. می فرماید خداوند جل جلاله ای مردمان، ای مؤمنان، چون شما را یار بدی از بیرون به بدی خان و شما را وعده دهد که از این کار منفعت خواهد بودن و یاران بد گویند تو را، تو آن مایی، ما آن توییم، در مرگ و زندگانی به آن غره نشوید. و السلام علیکم.